سلام دوستان، امیدوارم صحتمند و شاد باشید. سلطان محمود غزنوی فرمانروای مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی بود. در وصف سلطان محمود اشعار و داستانهای زیادی توسط شاعران و نویسندگان گفته شده است، به طوری که در هر کتاب قدیمی نامی از سلطان محمود به چشم می خورد. در این ویدیو 4 داستان کوتاه از سلطان محمود رو برای شما جمع آوری کردم. پس برای شنیدن آن تا انتها با کانال کلکین همراه شوید. داستان سلطان محمود و کبک لنگ. میگویند روزی برای سلطان محمود کبکی را آوردند که لنگ بود و فروشنده برای فروشش قیمت زیادی پیشنهاد داد. سلطان محمود از این قیمت شگفت زده شد و حکمت قیمت زیاد کبک لنگ را جویا شد. فروشنده گفت: وقتی برای کبک ها دام پهن می کنم، این کبک را نزدیک دام رها می کنم. کبک لنگ آواز خوشی سر می دهد و کبک های دیگر به سراغش می آیند و در این وقت تمام کبک ها در دام گرفتار می شوند. هر بار که این کبک لنگ را برای شکار ببریم، حتما تعداد زیادی کبک گرفتار دام می شوند. سلطان محمود امر به خریدن کبک کرد و خواستار آن شد. چون زر را به فروشنده دادن، سلطان محمود تیغی بر گردن کبک زد و سرش را جدا کرد. فروشنده که ناباورانه سر قطع شده و تن بیجان کبک را دید، گفت: چرا سر این کبک را بریدید؟ سلطان محمود گفت: هر کسی ملت و قوم خود را بفروشد، باید سرش جدا شود. داستان سلطان محمود غزنوی و پیرزن. در روزگاران قدیم کاروانی با مال زیاد به دیر گچین رسید و شب را در همان کاروان سرا ماند. همراه کاروان پیرزنی هم بود که مال بسیاری همراه خودش داشت. شب هنگام که تمام اهل کاروان سرا را خواب فرا گرفته بود، دزدان به کاروان سرا دست برد زدن و تمام اموال را به غارت بردن. پیرزن با زحمت بسیار زیاد خودش را به قصر سلطان محمود رساند و از دزدان شکایت کرد. پیرزن گفت: ای سلطان، اموال من را از دزدان پس بگیر یا عین اموالم را از خزینه خودت به من بازده. سلطان گفت: اموالت را از کجا برده اند؟ پیرزن گفت: دیر گچین. سلطان گفت: دیر گچین کجاست؟ من چه می دانم دیر گچین در کجا قرار دارد؟ پیرزن نگاهی به سلطان کرد و گفت: ای ملک، آنقدر مملکت بگیر که بتوانی اداره کنی. ادعای خدایی میکنی و از ملک خودت خبر نداری. شبانی میکنی و میش از گرگ جدا نتوانی. حرف پیرزن روی سلطان بسیار تأثیر گذاشت. آنگاه سلطان گفت: پیش از این من در خواب غفلت بودم، اما از این به بعد کسی مرا آسوده نخواهد دید. آنگاه به دستور سلطان دزدان را دستگیر کردند و اموال پیرزن را بازستاندند. داستان سلطان محمود و بادمجان. روزی سلطان محمود بسیار گرسنه بود و فوراً غذایی خواست. از آنجا که مهیا کردن غذاهای دیگر طول می کشید، فوراً بورانی بادمجان را آماده کردند. سلطان بادمجان را خورد و از آن خوشش آمد. سپس گفت: الحق که بادمجان غذایی نکوست. ندیمی که آنجا بود مدتی طولانی در وصف بادمجان و خواص آن سخنها گفت.
و سلطان همچنان می‌خورد تا اینکه سلطان سیر شد و گفت بادمجان غذای تلخ و مضر است. آن ندیم باز لب به سخن گشود و این بار مدتی طولانی از مضرات بادمجان سخن گفت. سلطان متعجب شد و گفت ای مردک، آیا این تو نبودی که در خواص بادمجان سخنها گفتی؟ ندیم گفت ای سلطان، من ندیم تو ام، نه ندیم بادمجان. باید چیزی گویم که تو را خوش آید، نه بادمجان را. داستان سلطان محمود و گدای خاکبیز، داستانی زیبا از منطقه طیر عطار. یک شبی محمود می شد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک راه. شبی از شبها سلطان محمود غزنوی با لباس مبدل در کوچه پس کوچه های شهر قدم می زد تا اینکه چشمش به مردی افتاد که مدام خاک ها را با الک غربال می کرد تا چیزی در لابلای خاک ها پیدا کند. مرد با امید زیادی این کار را انجام می داد و کپه های خاک را مدام زیر و رو می کرد. سلطان محمود دلش به حال مرد خاک بیز سوخت و دستبند گران قیمت خودش را در میان خاک ها انداخت و به سرعت با اسبش از آنجا دور شد. پس دیگر شب باز آمد شهریار، دید او را همچنین مشغول کار. شب دیگر سلطان محمود از همان محل می گذشت، اما با تعجب دید که مرد گدا هنوز همان جاست و خاکها را زیر و رو می کند. سلطان محمود رو به مرد کرد و گفتش آخر آنچه دوشان یافتی، ده خراج عالم آسان یافتی. گفت ای مرد، آن چیزی که دیشب تو یافتی به اندازه مالیات 10 کشور بود. چرا هنوز اینجایی و میان خاکها جستجو میکنی؟ برو با آن گنج پادشاهی کن که از مال دنیا بی نیاز گشتی. اما گدای خاکبیز جواب داد آن گنجی که تو درباره اش حرف میزنی، من از همین راه آن را یافتم. من از همین خاک به نعمت و ثروت رسیدم. پس تا جان دارم همین کار را دنبال میکنم. اگر من به همان دست بند اکتفا کنم، اسیر و بنده آن میشوم و از ثروتهای آیندهی که در انتظارم است بی بهره میمانم. اما دوستان، پیام پرقدرت داستان آخر این بود: اگر کاری را شروع کردید و در آن ذره‌ای موفقیت به دست آوردید، آن کار را محکمتر بچسبید و تا آخر ادامه دهید و فریفته آن موفقیت اولیه نشوید.